فقط یه ویروسه، این یه بیماری منحوسه. عروسی شد من بودم، الان دومی سالگردم بودید جان. دل کنید این چرت ستارو زیر خیمه ما موسیقی خبرم نیست. گوشی در آورد، گوشیشو بگیرید. اینجا استعدا، اینجا جوونا دارن پرپر میشن. تو رو خدا. یکی از سرخانه های مراکز درمانی استان مازندران. به هر مریضم که میرم رسیدگی کنم، مریض دیگه میمونه. از اینکه فقط نمیتونم هر کاری کنم خسته شدم. تو رو خدا بشینین تو خونه هاتون. یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس عزای عاشوراست. ما به این مجالس احتیاج داریم. باید باشه این مجالس. آقا جان، جان مادرت رو شما بغض نکن، ما ببینیم از که چجای شما رو نبینیم. نگران نیستین که من ماسک بگیرم؟ بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن، میلیون ها. آخه وقتی ما توانایی تولید یک سرم رو که آب خالیه با نمک و مثلا شکر، چطور دم از تولید در عرصه‌های مختلف و پیشرفت علم و تکنولوژی در کشور داریم میزنیم؟ این چیه اومدی اینجا؟ اومدم واسیدم سرم تهیه کنم ببرم دیگه، چاره‌ای ندارم. کرونا دارم، من چیکار کنم الان؟ تو بیمار کرونا هستی؟ بله. عذرخواهی می‌کنم، چرا اومدی توی صف؟ کسی نیست برام بیاد بگیره. تمام خانواده‌ام هر 5 نفر گرفتن. صف تا آخر ادامه داره. آخه تصور یه عده دیدین اینجا چطور دیگه، میگن اونی که تو خارج تولید شده کیفیتش بهتره. نه هم چیزی نیست. من دلم می‌خواد که مردم این ایده غلط رو از فکرشون بذارن کنار. پدر من از واکسن های تقلبی که شما و مسئولین بی‌لیاقتتون وارد کرد زد و به کرونا مبتلا شد و بدون هیچ درد جسمانی فوت کرد. مادر من واکسن کرونا را دو بخشش زد، واکسن آشغالی که شما درست کردین، ولی امروز اومدیم دفنش کنیم. تو جهنم خصوصیه، ببین از این لعنتت کنه الهی که تیر قیب به جون خانواده تا اطرافیان تا عزیزان بیفته. مرگ بر خامنه ای و انگلزاده هایش. من نمی ترسم دیگه از شما، من دیگه چیزی برای ترسیدن ندارم. خشم ما از قدرت شما بزرگتره، ما از شما بیزاریم.